سلام داریوش هستم، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امروز قراره بریم سراغ گرونترین و شاید خفنترین سازهای ساخته شده تا الان و ببینیم اینا چی دارن که انقدر گرون هستن و یه سری عدد و ارقام خیلی عجیب غریب با هم ببینیم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم لطفا کانال من سابسکرایب بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید، لایک کامنتتون نره و حمایت کنید. دمتون گرم، بریم ببینیم چی میشه. چهار تا ساز رو میخوام معرفی بکنم، چهار تا از خفن تریناشو که خیلی هیجان انگیز بود به نظر خودم جدا کردم براتون، بیام یه سری تصاویر ازشون نشون بدم، یک سری توضیحات ازشون بدم که ببینیم چی به چیه و چی دارم. از چهارمی که به نسبت اینها ارزون تره با اینکه واقعا اونم ارزون نیست شروع میکنیم و میریم ببینیم که چی میشه. اولین ساز که میشه چهارمی توی این ویدیو ما، چهارم سازمون یک فلوت هستش، فلوت ورن پاول. و اینکه این ساز قیمتش رو شاید الان بگم این خیلی بالا نیستش، فلوت ورن پاول 186000 پوند آخرین بار در سال 1986 به فروش. و خب 186000 پوند شاید به این قیمت خیلی بالایی نیستش، فکر می‌کنم خیلی خفن تره، ولی جالبیش اینه که این گرونترین فلوت جهان هستش در حال حاضر، حالا در رده چهارم کل سازها و گرونترین فلوت حال حاضر دنیا هستش با قیمت 187000 پوند. و خب تصویرش هم میبینید خیلی خفن هستش. رده سوممون یه پیانو خیلی جذاب و خفن با یک شکل طراحی جالب داره، پیانو کریستال هیتزمن کریستال هستش. میبینید تصویر که میبینید کلا شیشه ای هستش، خیلی جذابه این پیانو. و سازندش هیتمن هستش که اهل کانادا، اگه اشتباه نکنم آره اهل کانادا هستش. و این پیانو اولین بار در سال 2008 در مراسم افتتاحیه المپیک پکن رونمایی شد و اونجا باهاش قطعه نواختن و معرفی شد و قیمتش 3 میلیون دلار هستش و خیلی واقعا قیمت بالایی داره. جذابم هست به نظرم. صدای این سازها رو اگه میخواین بشنوید داخل یوتیوب اگه سرچ بکنید یا گوگل براتون میاره، نمیتونم بذارم چون کپی رایت میخوره قاعدتا. و هم میرسیم سراغ دوتا ساز خفنمون که رده دو و یک دنیا رو دارن از نظر قیمت و خب قاعدتا باید خیلی هم صدای خفن داشته باشن دیگه که تو این رده قرار گرفتن. سازنده جفتش یک نفر هستش و برای همین میخوام یه توضیح در رابطه با سازندهشون بهتون بدم. خاندان استرادیواریوس ها اهل ایتالیا خاندانی هستن که معروف هستن به ساخت سازهای زهی، مثل همین ویالون و این داستان ها. و یکی از اعضای این خانواده در سال 1644 متولد میشه به نام آنتونیو استرادیواریوس. در سال 1666 اولین ساز خودش رو میسازه و اسم خودش رو با همون طرح خاص خودش مینویسه روی همه سازاش که نمونهش اینجا براتون میارم. عرضم به حضور شما که سازهای صرفا فقط ویالون نمی ساختن، آنتونیو صرفا ویالون نمی ساخته، آمار از کل سازهایی که ازش به جا مونده و ساخته و اینها رو بهتون میگم. ویالون می ساخته، ویالون سول می ساخته، ویولا می ساخته، گیتار می ساخته، ساز مختلفی می ساخته، ولی از همه خفنتر به نام همین ویالون می شناسنش. و اینکه تفاوتی که داره قطعا صدای سازش خیلی خوب هستن که این قیمت و این شهرت رو به دست آورده و برای خودش برند شده، ولی تفاوت ظاهری یک کمی ظاهرش میگم فرق میکنه یک کوچولو. اون شکل افی که روی ویالون هستش و آنتونیو خیلی باریکتر و بلندتری کمی در میاره و یه سری خردکاری خیلی ریز داره که جدا کرده این سازنده رو از بقیه سازنده ها. 90-91 سال دارن عمر میکنه که توی این 90 سال الان میگیم نه توی این 90 سال 1000 تا ویالون میسازه که 650 تاش به جا مونده هنوز و 55 تا ویالون سول، 12 تا ویولا و 2 تا گیتار. حالا بریم سراغ رتبه شماره دومون، ویالون سولی که توسط همین آقای آنتونیو استرادیواریوس ساخته شد، میبینید تصویرشو. و رتبه دو رو در دنیا داره از نظر گرانترین ساز موسیقی در دنیا به قیمت 6 میلیون دلار. آخرین بار 6 میلیون دلار به فروش رفته. و برسیم سراغ اولین ساز که گفتم سازندش هم نوار آنتونیو استرادیواریوس هستش که
قیمتش رو بهتون بگم، واقعا من خودم باورم نمیشه، چند تا منبع دیدم و خب خیلی قیمت خفنی داره. قیمتش یه چیز، آخرین باری که به فروش رفته این ساز قرن 19 هم بوده که به قیمت 16 میلیون دلار این ساز به فروش رفته و واقعا یه رقم خیلی بزرگ و زیادی هستش. و آخرین بار یک ویولونیست بلژیکی خریده بودش در قرن 19 هم به قیمت 16 میلیون دلار که خیلی هستش. و این ساز آخرین سازی هستش که آنتونیو ساخته و این قیمت رو گرفته، یعنی هزارمین ویالونی که ساخته همین این ویالون هستش که قیمت 16 میلیون دلار به فروش رفتش. چند تا از سازهای ساخته شده توسط آنتونیو رو که با هم ببینیم، خیلی سازش جالبه. حالا این دوتا ویالونی که دیدید، مثلا اینم نمونه یه چیز هستش، نمونه گفتیم اسمش رو می‌نویسه روی هر سازاش، می‌بینید آنتونیو استرادیواریوس اینو مثلا سال 1721 ساخته. و این سردسته گیتار هستش، بازم ساخته شده آنتونیو استرادیواریوس. حالا این خیلی قدیمیه دیگه، مشخصاتش خیلی دقیق خونده نمیشه، ولی خب جالب این سردسته هاشم. و آره دیگه اینجوری هست. و این بود داستان گرونترین آلات موسیقی در دنیا که خیلی خفن بود به نظر خودم. دمتون گرم، سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نشه و لطفا حمایت کنید. دمتون گرم، روز یا شبتون بخیر.